در این فیلم میخواییم راجع به انواع حجم با هم صحبت بکنیم. بچه ها راجع به محاسبات حجم میخواییم اینجا صحبت بکنیم؟ نه. راجع به ساختار حجم میخواییم صحبت بکنیم. راجع به انواع شکل ها میخواییم صحبت بکنیم. اصلا ما چند نوع حجم داریم؟ چیزی راجع به حجم های کروی تا حالا شنیدید؟ راجع به حجم های منشوری چطور؟ آیا به دست آوردن همه این حجم ها مثل همه؟ آیا باید با همشون مثل هم برخورد کرد؟ از زوایای مختلف یه شکل چجوری دیده میشه؟ خب همه این مباحثی رو که الان مطرح کردم توی این فیلم میخواییم بهش پاسخ بدیم. پس بنابراین راجع به محاسبات حجم اینجا صحبت نمی کنیم، راجع به انواع حجم میخواییم صحبت کنیم. میخواییم حجم های هندسی رو با هم بشناسیم. چطوری؟ نگاه کنیم، میاییم میگیم حجم چیه؟ به فضایی که یه شکل اشغال میکنه میگیم حجم. من همیشه به بچه ها میگم، میگم آقا شما تو هر اتاقی که نشستی، تو هر جایی که داری نگاه میکنی، فضای اطرافت که داری نگاه میکنی، هر کدومشون یه حجمی رو اشغال کردن. خب به بچه ها میخوایم بگیم حجم رو بهتر بشناسید چجوری میگیم؟ میگیم مثلا اگه حجم یه لیوان رو خواستی ببینی چیه، تو اون لیوان آب بریز، اون مقدار آبی که داخلش پر میشه میشه حجم. به آب درون یک لیوان میگن حجم. بچه ها حجم رو اینطوری ما باید بشناسیم. فضای اتاق هم همینطور، فضایی که داخل اتاق داریم به اون فضای داخل میگیم حجم. محاسباتش فرمولای خاص خودشو داره، بعدن بهش میپردازیم، اما الان تعریفش رو بدونیم چیه. پس اگه من الان تو این اتاق وایستادم، نمیام بگم حجم میشه این دیوار، این دیواری که اینجا دارم، این سقفی که بالا سرمه. نه، من با دیواره ها، با سقف، با کف کاری ندارم. من با چی کار دارم؟ من توی حجم با فضای داخل شکل کار دارم. پس این تو ذهنمون باشه. اما ما انواع حجم داریم. چی هست؟ حجممون یا هندسیه یا غیر هندسی. خب حجم هندسی چیه؟ یا کرویه، یا هرمه، یا منشوره. راجع به تک تک اینا صحبت میکنیم، اما راجع به اول حجم غیر هندسی صحبت بکنیم. حجم غیر هندسی چیه بچه؟ حجم غیر هندسی شکلاییه که ظاهر منظمی نداره. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا خیلی از اجسامی رو دور و برتون می‌بینید که شکل مشخصی نداره، بگی مثلا این استوانه است. نه، مثلا جامدادی که اطراف خودتون اگه دارید می‌بینید، جامدادی‌ها معمولا شکل منظمی ندارن. نمیتونی بگی این مکعب مستطیله، نمیتونی بگی این استوانه است، شاید باشه ها، ولی عموما دارم میگم شکلی که عموما دور و برمون داریم می‌بینیم شکل‌های حجم‌های غیر هندسی‌اند. یعنی نمیتونیم خیلی ما باش از لحاظ محاسبات بتونیم حجمش رو به دست بیاریم. خیلی کمه اون حجمایی که بتونی از لحاظ محاسبات شسته رفته بگی حجمش میشه این. خب اما حجم هندسیمون سه تا دسته داشت. چیا بود؟ میای میگی که یکیش کرویه، یه همچین شکلیه، شکل کره است، شکل توپه. خب به این شکل میگیم حجم کروی. محاسباتش قطعاً با محاسبات بقیه حجم ها فرق میکنه. کی یاد میگیریم؟ سال نهم یاد میگیریم انشالله. خب الان ما امسال با حجم کروی کاری نداریم. اما بعدی حجم هرمه، هرم ها. نگاه کنید شکلی که نگاه میکنیم سمت چپ صفحه شکل مخروطه، شکل کلاه تولدی که عموما داریم استفاده میکنیم، مخروط. کفش دایره ماننده و انتهاش به یک نقطه ختم میشه، به این میگیم مخروط. اما توی دستبندی هرم جایگذاری میشه. شکل سمت راستمون هرمه. اهرام ثلاثه مصر رو شاید دیده باشید. هرم رو میدونیم چه شکلیه، یه قاعده ای داره کفش و در انتها باز به یه نقطه، به یه رأس منتهی میشه. شکل هرم و مخروط جفتشون یه قاعده دارن. از الان یاد بگیریم، سالهای بعد حتما بهتون گفته خواهد شد، ولی اینجا یاد بگیریم. هرم ها یک قاعده دارن. بچه ها کره چند تا قاعده داره؟ قاعده نداره. راجع به قاعده مفصل باهاتون صحبت میکنم. مبحثیه که توی حجم خیلی مهمه. اصلا این تو این فیلم میخوایم راجع به همین مباحث صحبت بکنیم. اما شکل بعدیمون منشوره. همه این شکلی که میبینی منشور بهش میگن. خیلی از بچه‌ها به واسطه آن چیزی که در علوم یاد گرفتن منشور رو چیز دیگه‌ای دارن تصور میکنن، ولی منشور به اینا میگیم. به استوانه میگیم منشور، به این شکل میگیم منشور، به این شکلم میگیم منشور. چرا میگیم منشور؟ دلیل داره. همین الان یه خورده گذری و مختصر بهتون میگم، بعدش
عمیقا روش بحث میکنیم. بچه ها منشور دو تا قاعده داره، کپیه هم و روبروی هم. همینو تا اینجا داشته باشیم، بعد راجبش مفصل صحبت میکنیم. نگاه کنید، دو تا شکل که بهش میگیم قاعده، کپیه هم و روبروی هم، اینم هم همینطور. پس منشورها این ویژگی مشترک رو دارن. هرم ها یه قاعده دارن و کره قاعده نداره. دسته بندی ما بر حسب تعداد قاعده است. این تو ذهنت نشست. حالا بریم ادامه بدیم، راجع به قاعده مفصل صحبت خواهیم کرد. مشاهده یک حجم از جهت های مختلف، ما میخواییم یک حجم رو از جهات مختلف نگاه کنیم و بررسی کنیم. شکل های مختلفی براتون آوردم، نگاه کنیم. مثلا مکعب، یه مکعب به ما میدن. اولا اینو بهتون بگم، مکعب یعنی مکعب مربع. وقتی میگه مکعب یعنی مکعب مربع. اگر قرار باشه مستطیل باشه، خود سوال باید به ما بگه مکعب مستطیل. مکعب خالی به معنی چیه؟ مکعب مربع، یعنی همه ضلعای این مکعب با هم برابرن، همش. اگه همشون پنج باشه، همه ضلعای این پنج، درسته؟ پس این مکعبه. شکل مکعب رو اگه از بالا نگاه بکنید، بچه ها تجسم قوی باید اینجا داشته باشید. از بالا به این شکل نگاه کنید، یه مربع میبینید. از روبرو هم به این شکل نگاه بکنید، باز یه مربع میبینید. ما میخواییم از بالا و از روبرو به شکل هامون نگاه بکنیم. قدرت تجسمتو ببر بالا، به شکل سبودید نگاه کن. فرض کن این شکل الان تو دست توه، میخوای از بالا بهش نگاه کنی، چی میبینی؟ یه مربع. از روبرو بهش نگاه کنی، باز یه مربع میبینی. شکل بعدی رو نگاه کنی، مکعب مستطیل. مکعب مستطیل بچه از بالا بهش نگاه کنی، مستطیل بالایی رو میبینی. از روبرو بهش نگاه کنی، مستطیل روبرویی رو میبینی. از کنارم نگاه کنی بچه، مستطیل کناری رو میبینی. در هر صورت مستطیل میبینی، درسته؟ ولی شناخت داشته باشیم که کدوم یک از این مستطیلا رو ما میخوایم ببینیم. شکل بعدی، منشور سه‌پهلو. به این شکل میگن منشور سه‌پهلو. منشور به واسطه اینکه دوتا قاعده داره که مفصل صحبت خواهیم کرد، سه‌پهلو به خاطر اینکه سه تا پهلو داره، مشخصه سه تا دیواره داره. خب اگه این شکل از بالا ببینی، مثلث قرمز رنگو میبینی، و اگه از روبرو ببینی چی میبینی؟ به نظره تجسم کن، فرض کن این شکل میخوای از روبرو ببینی، فقط مستطیل میبینی. اگه درست تشخیص دادی، نشون میده تجسم خوبی داری. اگه همچنان مشکل داری، یه خورده شکل‌های دور و برت رو بیشتر نگاه کن، دقت کن، قدرت تجسمت رو ببر بالا. شکل بعدی، هرم سه‌پهلو. یه هرم سه تا دیواره داره. خب از بالا این شکل رو نگاه بکنیم، قطعاً یه مثلثی می‌بینیم با این خط و خطوط، و اگه از روبرو ببینیم یه مثلث می‌بینیم. شکل روبرو رو نگاه کن، مثلث خواهید دید، درسته؟ شکل بعدی، هرم چهارپهلو. هرم چهارپهلو از بالا به این شکل و از رو به رو به شکل یک مثلث. این مثلث میتونه مختلف الاضلاع باشه، حتما نباید مثلث متساوی و ساقین یا متساوی الاضلاع باشه. شکل بعدیمون، مخروط. مخروط رو اگه از بالا ببینید بچه ها چی میبینید؟ همین الان تجسم کنید، من الان شکلش رو میخوام بیارم. از بالا مخروط رو ببینید، یک دایره میبینید. از رو به رو اگه این مخروط رو ببینید چی میبینید؟ یک مثلث خواهید دید، درسته؟ و استوانه، اگه از بالا استوانه رو ببینیم باز هم دایره خواهیم دید، و اگه از روبرو استوانه رو ببینی یک مستطیل میبینی، درست شد؟ شکل بعدیمون، کره. کره رو از بالا، پهلوس، چپ، راست، از هر طرفی نگاه کنی چی میبینی؟ دایره میبینی. این تجسم قوی رو من از شما میخوام، باید تجسمت راجع به اشکال خیلی قوی باشه، درست شد؟ اما بریم راجع به قسمت‌های مختلف حجم‌های هندسی صحبت بکنیم. اون چیزی که بهتون قولشو داده بودم، میخوام اینجا کم کم شروع کنیم راجبش صحبت کردن. اولا نگاه کنید، این اگه یه حجم منشوری باشه، دلیلش دوتا شکل زرد رنگه که کپی همه و روبروی همه، که بهش میگیم قاعده، بهش میگیم منشور، به این شکل میگیم منشور به واسطه دوتا قاعده‌ای که داره. نگاه کنید، به ضلع‌ها میگیم یال. به همه این ضلع‌ها، من با آبی مشخص کردم، نمیدونم مشاهده میکنید یا نه، به ضلع‌های آبی رنگ و بقیه ضلع‌های مشکی، هر ضلعی که میبینی، هر ضلعی تو این شکل میبینی بهش میگیم یال. هر خطی میبینی بهش میگیم یال، راحت کنم، هر خطی میبینی بهش میگیم یال. اما هر مساحتی رو که میبینی، یعنی هر وجهی که میخوای رنگش بکنی، اسمش همون وجهیه که ما اصطلاحا بهش هم میگیم وجه. هر قسمتی که بهش، دیواره های شکلمون، سقف شکلمون، کف شکلمون، به همه اینا میگیم وجه، درست شد؟ اما یه قسمت دیگه مونده،
نقطه های شکلمونه، بهش میگیم رأس. هر چند تا نقطه داشته باشه این شکل، به همون تعداد رأس داره. محل برخورد یالها، قشنگ دقت کن، هر دوتا یال، هر دوتا ضلعی که به هم برخورد بکنه حتما یه نقطه یو پدید میاره، به اون نقطه میگیم رأس. پس با یال، وجه و رأس آشنا باش. از همون میپرسن، از ما میخوان که آقا رأس شما کدومه؟ چند تا رأس داره؟ شکل تو بهت میدن، میگن چند تا رأس داره، چند تا وجه داره، چند تا یال داره. اینا رو تو باید باش آشنا باشی. اما منشور به شکل‌هایی که در آن دو وجه برابر روبروی هم باشن منشور میگن. ببین همه اون چی که از قبل گفتم مختصر، الان میخوام مفصل بگم. پس تعریف منشور، هر وقت از ما پرسیدن منشور چیه، تعریفت باید این یه خط باشه. هر شکلی که دو تا وجه برابر داشته باشه، روبروی هم باشه. بچه ها نکنید، روبروی هم. اگه تو بگی آقا من یه شکلی دارم دو تا وجه برابر داره، کنار همه، کنار هم دلیل نمیشه، روبروی هم. معمولا توی اتاقی که نشستی، معمولا دارم میگم، و میتونه این اتفاق نیفته، معمولا سقف اتاق و کف اتاق شبیه همه. به این معنی که اگه یه ستونی تو اتاقتون داشته باشی، میبینی اون ستون ردش رو تو سقف داری میبینی، توی کفن داری میبینی. بنابر این یادمون باشه منشور میشه شکلی که دو تا وجه برابر و روبروی هم، برابر و روبروی هم، دو تا شرط داره. ببین این منشور یه همچین شکلیه. سبز رنگ، وجه سبز رنگ میشه قاعده. الان میخوایم راجع به قاعده صحبت بکنیم. وجه سبز رنگ میشه قاعده. به وجه هایی که با هم برابر باشن و روبروی هم قرار بگیرن قاعده میگویند، و به خطی که دوتا قاعده را به هم وصل میکند ارتفاع میگویند. درست شد؟ دوتا وجه داری روبروی هم، میگن قاعده، و چی؟ خطی که اینا رو وصل کنه میگن ارتفاع. بچه نگاه کنید، دوتا کف دست خودتو اگه روبروی هم قرار بدی، میبینید دوتا شبیه همن، منطبق به همه. درسته؟ این دوتا کف دستت میتونه حکم چی باشه؟ قاعده باشه. یعنی این دوتا کپی هم، روبروی هم میشه قاعده. حالا اگه دستتو فاصله بدی، این خطی که بین انگشتانت هست، خطی که داره دوتا دستتو وصل میکنه میشه چی؟ ارتفاع. درست شد؟ الان نگاه کنید به من، من الان دارم ارتفاع رو کم میکنم. درسته؟ ارتفاع رو الان دارم زیاد میکنم. خطی که حالا ما نمیبینیم، خطی که بین دوتا قاعده وجود داره، دوتا قاعده رو داره به هم وصل میکنه، میتونه ارتفاع کم بشه زیاد بشه. الان ارتفاع من خط افقیه. اگه دستم رو کج بکنم ارتفاع من اوریب میشه، اگه عمودی کنم ارتفاع من عمود میشه. درست شد؟ پس ارتفاع این نیستش که بگی آقا ارتفاع بالا تا پایین میشه. نه، خیلی از شکل‌ها اینطوری نیستش که بگی ارتفاع از بالا پایین میشه. ارتفاع تو خطیه که دوتا قاعده تو داره به هم وصل میکنه، یه قاعده یه قاعده. قاعده رو اول تشخیص بده. اولین کارت این باید باشه تو حجم، اولین کارتون بچه‌ها این باشه قاعده رو تشخیص بدید. دوتا شکلی که کپی همن، دوتا شکل. من سر کلاس معمولا از بچه‌ها میپرسم، میگم بچه‌ها این شکلی که الان براتون کشیدم قاعده‌اش کدومه؟ خیلی از بچه‌ها میگن آقا قاعده‌اش برابر با 10. خیلی میگن آقا قاعده میشه 4، میشه 5. میگم نه، قاعده خط نیست که تو بگی 4 میشه. قاعده این خط نیست که داری میگی 5 میشه. قاعده شکله. وقتی میپرسم قاعده‌اش برابر چیه، انتظار دارم تو بیای به من بگی قاعده‌اش میشه دایره، بگی آقا قاعده‌اش میشه این مثلثه، بگی قاعده‌اش میشه این مربع. قاعده شکله، اسم داره. قاعده تو باید اسمشو بگی. درست شو، این تو ذهنمون باشه. قاعده شکل، ارتفاع خطه، خطی که دوتا قاعده رو به هم وصل میکنه. مهمترین قسمت حجم همینه. اگر اینو خوب بگیری همه قسمت‌های حجم و همه مسائل حجم رو میتونی راحت حل کنی. گره کار همه بچه ها تو همین تعریف قاعده و ارتفاعست. درست شو؟ اما نکته، به شکلی که فقط یه قاعده دارن هرم میگن. من الان گفتم با هم یه خود بررسی کردیم، مخروطا که شبیه کلا تولده، به اونا میگن هرم. یه قاعده داره، یه دونه قاعده کف داره، روبروش چیه؟ یه نقطه است. درسته؟ یا اهرام ثلاثه مصری که حالا مثلا معمولا با میشناسیم هممون، یه دونه کف داره، خب یه سطحی کفش از متون در رأسش یه نقطه است، یعنی هیچ وجه دیگه‌ای روبروش وجود نداره، بهش میگیم هرم. یه همچین شکلی که مشاهده میکنید، شکل کف ولی روبروش نقطه است. نکته بعدی، کره هیچ قاعده ای نداره. یه همچین شکلیه، قاعده اصلا نداره. شما نمیتونی بگی وجه بالا، اصلا وجهی وجود نداره که بخوای بگی با پایینی برابره. قاعده اصلا نداره.
اما گسترده حجم هندسی، خب نگاه کنی، میگه که به باز شده یک حجم هندسی گسترده آن حجم میگن. اگه یه جعبه مقوایی، هممون تا حالا دیدیم یه کارتون مقوایی به ما بدن، بگن آقا اینو بازش کن از هم، تا حالا باز شدهش هم خیلی همون دیدیم، یه کارتون مقوایی به ما میگن بازش کن از هم، میبینی که این گسترده شد، میبینی چه شکل عجیب غریبی پیدا کرد. نگاه کنید، تجسم کنید، احتمالا تو واقعیت هم یه همچین چیزی رو دیدید. فرض کنید یه همچین جعبه رو به ما بدن، بگن این شکل رو باز کن، چی میبینیم ما؟ دو تا حالت داره. یه حالتش اینه، این قرمز رنگه این قرمزه است، سبزه این سبزه است، این آبی هم این آبی است. خب این سه تا سفیده چیه؟ اون سه تا وجهی که ما نمیبینیم. بچه‌ها مکعب چند تا وجه داره؟ مکعب مستطیل 6 تا وجه داره، 3 تا میبینیم، 3 تاشم اون پشته نمیبینیم، یه دونه پایینه، یه دونه اون سمت چپ، یه دونه هم سمت پشت. پس 6 تا وجهی که داره به این ترتیبه، این باز شده مکعب مستطیله. در نظر داشته باشیم اگه وجه آبی رنگ سقفش باشه، یه دونه هم باید روبروش واسه کف داشته باشه، نمیشه فقط بالا داشته باشه. اینا سوالایی که مطرح میشه، تجسم ما یه خود منطق ما باید اینو جواب بده که آقا یه وجهی اگه بالا هستش باید یه وجهی هم این پایین باشه، این جعبه ما رو ببنده، سقفش مشخصه، کفش چی؟ درسته؟ و یه حالت دومی هم داره، میتونه گستردش اینطوری باشه. ببین آبی رنگت اینجا، سبز و قرمزت هم مشخصه. باز نگاه کنید، سقف ما آبیه، کف هم داریم. بعضی شکل‌ها رو بهمون میگن اصلا این کفه نیست. بعد بچه‌ها میگن آره دیگه این گسترده است. نه، دقت کن. اگه سقف شکلتو داری میبینی، کف شکلت هم ببین. درسته؟ گسترده شکل‌هات رو درست تجسم کن و بتونی به هم وصلش کنی. مثلا تو این شکل نگاه کن، بچه قرمز رنگو نگاه کنید، بچه مستطیل رو، یه مستطیل روبروش باید هم اندازش باشه، اون پشت باید یه دونه هم اندازش باشه. بگرد تو شکل گستردت ببین اندازه این قرمزه میبینی؟ بله، این مستطیل انتهایی اندازه مستطیل قرمزه. اندازه سبزه میبینی؟ بله. درسته؟ پس باید هر وجهی کپیش روبروش باشه تو مکعب مستطیل، حداقل هر وجهی کپیش روبروش هست، هم اندازش روبروش هست. اینو رعایت بکنید توی گسترده حجم هندسی. آنچه که باید راجع به حجم هندسی و غیر هندسی میدونستید و باید بهتون میگفتم گفتم، خیلی میتونه تاثیر بذاره توی حل کردن مسئله هاتون. تو قسمت بعدی حتما راجع به حل مسئله و محاسبه حجم صحبت میکنیم، ولی حتما این مباحثی که اینجا گفتم و نیاز دارید تا اونجا بتونه کمکتون بکنه.